شهرکی ساختگی شبیه به شهر ونیز ایتالیا در دل کویر در ایالت نوادای آمریکا. اینجا هتل و کازینوی ونیشین در شهر لاس وگاس است. یکی از هتل‌های میلیاردر معروف شلدن ادلسون. آقای ادلسون که در خانواده فقیری به دنیا آمده و کودکی سختی داشت، راه پولدار شدن را آموخت و به یکی از غول‌های لاس وگاس تبدیل شد. او بخشی از سرمایه خود را صرف پیشبرد اهداف سیاسی و اعتقادی خود کرد. دیوان عالی آمریکا در سال 2010 میلادی بسیاری از محدودیت‌ها بر سر کمک به کارزارهای انتخاباتی در آمریکا را برداشت، اقدامی که بسیاری را در این کشور برآشفت، اما گروهی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه را هم از کمک‌های بزرگ آقای ادلسون بهره‌مند کرد. در اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو یکی از سیاستمداران مورد علاقه آقای ادلسون بود. رسانه‌های آقای ادلسون به بالا رفتن محبوبیت آقای نتانیاهو کمک کرده بودند. شلدون یک وحدی وطن دوست بود. او برای ارتقای جایگاه اسرائیل، برای ارتقای جایگاه آن در ایالات متحده و برای تقویت روابط اسرائیل با جامعه یهودیان آمریکا تلاش کرد. در سال 2016 میان حامیان دونالد ترامپ او بیشترین کمک را به آقای ترامپ کرد. 25 میلیون دلار و یکی از مهمانان ویژه در مراسم تحلیف او بود. بعدها آقای ترامپ هم یکی از خواسته‌های او را انجام داد، انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. باز هم او در میان مدعوین بود و این بار در صف اول. آقای ادلسون یهودی بود و در کشمکش‌های بین ایران و اسرائیل از اسرائیل هواداری می‌کرد. او معتقد بود که به جای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، باید عملاً ایران را به صلح وادار کرد. تلفن رو برمی‌داری و به یکی در نبراسکا میگی که بندازش بره. بعد یه بمب اتمی رو به وسط کویر پرتاب می‌کنی که کسی صدمه نبینه. شاید یک چند تای ما رو عقرب بمیرن. بعد بهشون میگی بعدی وسط تهران میخوره. اگر می‌خواید از صفحه روزگار حذف شید، سرسختی کنید و برنامه هسته‌ایتون رو ادامه بدید. اگر هم میخواید صلح‌آمیز باشید، عقب نشینی کنید و ما گارانتی میکنیم که شما نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق داشته باشید. آقای ادلسون یکی از کسانی بود که از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر ترک برجام استقبال کرد. گزارش شده که ایران هم در مقابل با حمله سایبری به کسب و کارهای آقای ادلسون او را به دردسر انداخت. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن.